به نام خدا عرض سلام و احترام خدمت دانش آموزان عزیز کلاس دهم. ششمین جلسه کلاس شیمی دهم رو ما میخوایم شروع بکنیم. قبل از اینکه بخوایم بریم موضوع جدید رو شروع بکنیم، من میخوام بهتون بگم چجوری یکای بعضی چیزها رو تغییر بدید، چجوری تغییر یکا بدید. مثلا چجوری کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنید، میلی گرم رو چجوری تبدیل کنید به تن، چجوری مثلا شما میتونید عرض کنم خدمتتون که مثلا میلی لیتر رو اصلا تبدیل کنید به متر مکعب. چجوری میتونیم تغییر یکا بدیم؟ تغییر یکاها با کسرهای تبدیل انجام میشه. یعنی ما هر تبدیلی بخوایم انجام بدیم میتونیم از یک کسر تبدیل مناسبش استفاده بکنیم. مثلا شما میدونید، یعنی باید بدونید که یک کیلوگرم میشه 1000 گرم. خب اینو البته همه میدونیم. خب 1 کیلوگرم میشه 1000 گرم. یعنی همینو، اینکه 1 کیلوگرم با 1000 گرم برابره، میتونیم به صورت یک کسر تبدیل بنویسیمش اینجوری که یک کسر میذاریم، بالاش کیلوگرم میذاریم، پایینش گرم، بعد کنار اون یکایی که بزرگتری می‌نویسیم یک، بعد میگیم 1 کیلوگرم چند گرمه؟ 1000 گرم. میتونیم به صورت یک کسر اینجوری بنویسیم. یا برعکس، میتونم اصلا کیلوگرم رو بذارم پایین، قرار نیست حتما کیلوگرم بالا باشه، کیلوگرم پایین، گرم بالا، هر 1 کیلوگرمی 1000 گرمه. خب الان اگه از من سوال بپرسن که 0.2 کیلوگرم چند گرم است؟ البته خب شما این تغییر یکاها رو بیشتر تو فیزیک میخونید، ولی خب اینجا هم بذارید توضیحشون بدیم. اگه الان از ما بپرسن که 0.2 کیلوگرم چند گرمه، ما میتونیم با یک کسر تبدیل اینجوری انجامش بدیم. 0.2 کیلوگرم. آیا من کیلوگرم رو میخوام؟ خیر، میخوام کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنم، پس تغییر یکا دارم. وقتی تغییر یکا داشته باشیم، از یک کسر تبدیل استفاده میکنیم. چیو نمیخوام؟ کیلوگرم رو میذارمش پایین، هر چیزی که نخواهیم رو میذاریم پایین. اینا رو بهشون میگیم کسر تبدیل و اینا رو تو فیزیک میخونید. حالا شاید هم رسیده باشید بهشون. اینا رو تو فیزیک میخونید، هر چیزی رو نخواستید و میذارید پایین، هر چیزی رو خواستید میذارید بالا. خب ما اینجا گرم رو میخواییم. حالا یک کسر داریم، پایینش کیلوگرمه، بالاش گرمه. شما کنار یکای بزرگتر که کیلوگرم هست بنویسید 1، کنار یکای گرم هم بنویسید 1000. یعنی الان شما گفتید که کیلوگرم 1 کیلوگرم با 1000 گرم برابره. اینجا کیلوگرم شما با این کیلوگرمتون که تو صورت هست، یعنی یه مخرج صورت، با هم خط می‌خورن. 0.2 ضرب در 1000 میشه 200 گرم. 200 گرم. اینجوری تغییر یکا میدید. حالا فرض کنید بهتون گفتن 0.2 تن مثلا آهن چند گرم است، میتونید این کار رو انجام بدید. توجه کنید هر یه تن، اینجا مثلا میتونید بنویسید هر 1 تن 1000 کیلوگرمه و مثلا هر کیلوگرم هم میدونیم که 1000 گرمه. خب یعنی دو تا تغییر یکا دارید شما اینجا. 0.2 تن دارید، اجازه بدید، 0.2 تن. بهتره که اول تن رو تبدیل کنید به کیلوگرم. خب پس تن رو نمیخواید، پس اون چیزی که نمیخواید رو میذارید پایین. چیو قراره الان به دست برید؟ کیلوگرم رو میذارید بالا. خب نگاه کنید، 1 تن میشه 1000 کیلو. حالا دوباره کیلوگرم رو نمیخواید، پس یک کسر تبدیل دیگه هم دارید. کیلوگرم رو میذارید پایین و گرم رو میذارید بالا. هر 1 کیلوگرمی 1000 گرم هست. آقا این میشه 0.2 ضرب داری 1000 و 1000 میشه 10^6 گرم. تو محاسبات، توی کسرهای تبدیل،
شما میخواید یه یکا رو به یه یکای دیگه تبدیل کنید، پس کسر تبدیل دارید. هر تغییر یکا یک کسر تبدیل میخواد. اینجا اومدید تن رو به کیلوگرم تبدیل کنید، خودش یک کسر داشت. کیلوگرم رو خواستید تبدیل کنید به گرم، هم یک کسر داشت. هرچند که میتونستید مستقیم تن رو هم به گرم تبدیل کنید، ولی خب ما اینجا نمیخوایم سوال رو سریع حل کنیم، میخوایم آموزش بدیم چجوری از کسرهای تبدیل استفاده بکنید. تو کسرهای تبدیل هر چیزی که شما نخواستید و میذارید پایین تو مخرج، هر چیزی که خواستید و میذارید توی صورت، تا مخرجا با اون صورت قبلی حذف. یا مثلا اینجا کیلوگرم با این کیلوگرم حذف میشه میره و در نهایت آخرین چیزی که شما خواستید رو به دست میارید. خب اینا روش هایی هست برای تغییر یکا. یا مثلا یه مثال دیگه بزنیم. مثلا ببینید هر یه لیتر میشه 1000 میلی لیتر. یه لیتر یکای بزرگتریه، لیتر یکای بزرگتریه. و از اون طرف هر 1 متر مکعب، یعنی یه متر در یه متر، یه مکعبی که 1 در 1 در 1 هست، هر 1 متر مکعبی 1000 لیتر حجم داره. لیتر و میلی لیتر و متر مکعب اینا یکاهای حجمن، گرم و تن و میلی گرم و اونا یکاهای جرم بودن. حالا فرض کنید از ما پرسیدن که مثلا 100 میلی لیتر چند متر مکعب است. این سوال از ما پرسیدن و ما میخوایم این سوال رو جواب بدیم. خب چی داریم؟ 100 میلی لیتر. شما اول باید میلی لیتر رو به لیتر تبدیل کنید، هرچند که بازم میگم میتونید مستقیم میلی لیتر رو به متر مکعب تبدیل کنید، اما آروم آروم برید. میلی لیتر رو نمیخوای پس میذاری پایین، میخوای اینو به لیتر تبدیل کنید پس لیتر رو میذاری بالا. هر یه لیتر قشنگ می‌نویسی 1000 میلی لیتره. تو فیزیک مثلا ممکنه یه جوری دیگه بنویسن، مثلا بنویسن هر 1 میلی لیتری مثلا 10^-3 لیتره. خب یکی مفهوم. ما اینجا لیتر رو به دست آوردیم، خب بازم لیتر رو هم نمیخوایم پس لیتر هم میره پایین. چی رو میخوایم؟ متر مکعب رو میخوایم. هر لیتر پایین، متر مکعب بالا. ببین هر 1 متر مکعبی 1000 لیتره، یعنی این در نهایت این دوتا صفر رو میتونی با این دوتا صفر بزنی. خب چی مونده؟ 1 مونده کلن بالا، همش 1، پایین 10 مونده و 1000 که میشه 10000 یا 10^4. حالا 10^4 رو بیارید بالا میشه 10^-4 متر مکعب. خلاصه بهتون بگم توی تغییر یکا، برای تغییر یکا شما میتونید از کسرهای تبدیل یکا استفاده کنید. به اینا میگیم کسر تبدیل یکا. کسر تبدیل یکا امروز تو مبحث مول به درد ما میخوره. ما برای مبحث مول و برای توضیح مول به کسرهای تبدیل نیاز داریم. بریم ببینیم مول چیه. بریم کلاس امروز رو از الان شروع بکنیم. مبحث مول. مول چون مهمه من 3 بار نوشتمش. مول یه موضوع خیلی مهم و یه موضوع خیلی ساده است، چون اول محاسباته. خیلی از دانش آموزا فکر میکنن چیز سختیه، واقعا سخت نیست. خب خیلی هم بهش میگن استوکیومتری. استوکیومتری یه چیز دیگه است که پیش نیازش موله. اما مول چیه مفهومش؟ من جلسه قبلی گفتم اتم ها خیلی ریزن، اینقدر ریزن که نمیتونیم به صورت مستقیم اونا رو بررسی کنیم. اصلا من نمیتونم یه اتم رو بیارم نگاهش کنم، نمیبینمش. اینقدر ریزن که با میکروسکوپ و اینا هم نمیتونیم بررسیشون کنیم. و جرمشون رو با یه دستگاهی به اسم طیف سنج جرمی میتونن اصلا جرم حتی یه اتم رو اندازه‌گیری بکنن. با دستگاهی به اسم طیف سنج جرمی میتونن جرم یه اتم رو بررسی کنن. اما به این معنا نیست این حرف
که ما میتونیم اتم ها رو برداریم باشون کار کنیم. خیلی ریزتر از این حرفان. مثلا یه اتم آهن رو که ما اصلا نمیتونیم درکش بکنیم، چه برسه به اینکه بخوایم مثلا بیاریمش تو واکنش، یعنی ببینیمش. اگه قرار باشه اتم های آهن رو بررسی کنیم، باید شمار بسیار زیادیشون رو بیاریم با هم که بتونیم ببینیمشون، که اصلا بتونیم جرمشون رو با گرم بگیم حداقل. پس ما یه دونه اتم آهن رو نمیتونیم بررسی کنیم، ما شمار بسیار زیادی آهن رو باید داشته باشیم تا بتونیم بررسیشون کنیم. یا نه فقط آهن، کربن، هیدروژن، اکسیژن، تعداد بسیار زیادی اتم کربن رو باید بیاریم تا بتونیم جرمشون رو با گرم بگیم. اینجوری میتونیم بیاریم ببینیمشون، بیاریم بسوزونیم مثلا کربن رو، بیاریم تو واکنش ها شرکتش بدیم. به همین تعداد بسیار زیاد میگیم مول. پس مول یعنی تعداد زیادی اتم. آیا میدونید این تعداد زیاد چند تاست؟ این تعداد زیاد یه عدده که اندازه‌گیری شده، یعنی مول به این معنا نیست که هر تعداد زیادی. یک مول، یک مول میشه تعداد 6.2 در 10 به توان 23 تا. چون عدد مهمیه و احتمال میدم که رنگ سبزو خیلی خوب نتونید ببینید، با آبی مینویسمش. به تعداد 6.2 در 10 به توان 23 تا ذره میگیم مول. عددیه که اندازه‌گیری شده، پس همینجوری الکی من ننوشتمش. به تعداد مثلا 6.2 در 10 به توان 23 تا اتم آهن ما میگیم 1 مول آهن. خب این تعداد اینقدر زیاد هست که بتونم جرمشو با گرم بگم دیگه، نه AMU. ببین از الان تا پایان شیمی، تا هر جایی بری، ما دیگه کلن با AMU کار نداریم. AMU یعنی جرم یه اتم، یعنی مثلا جرم چند تا اتم رو میتونیم با AMU بگیم. ولی AMU تو محاسبات شیمی و تو آزمایشگاه و تو جرم ها و اینا بیکار برده، یکای رایجی نیست، واحد رایجی نیست. ما از این بعد باید بیایم جرم ها رو با گرم بگیم. برای همین تعداد بسیار زیادی اتم رو باید داشته باشیم که جرمش رو به گرم بگیم. نگاه کنید اینجا، این 10 به توان 23 داره. 10 به توان 23 یعنی خیلی بزرگ. من میخوام این عدد رو یه جوری بنویسمش که شما بزرگ بودنش رو بیشتر درک بکنید. ببینید 602 از اینجا به بعد، یعنی از بعد از ممیز به بعد، شما باید 23 تا عدد داشته باشید. دو تاش اینجاست، بقیه صفر. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. میخوام بزرگ بودن این عدد رو نشون بدم. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. این عدد بسیار بزرگ نشون دهنده یک مول از یک ماده است. این عدد رو بهش میگن عدد آووگادرو. آووگادرو اسم یک دانشمنده. عدد آووگادرو رو گاهی با N A هم نشون میدن. پس N A همون 6.2 در 10 به توان 23 هست. میبینید که عدد بسیار بزرگی، یکی از بزرگترین عددهایی هست که ما توی علم باش کار داریم، حالا علم فیزیک و ریاضی و شیمی. یکی از عددهای بسیار بزرگی. به این تعداد اتم میگیم یه مول. نگاه کن اینقدر تعدادشون زیاد هست که بتونیم جرمشو با گرم بیان کنیم. پس هر جا بهتون گفتن یه مول، شما سری عدد آووگادرو بیا تو ذهنتون. این عدد رو آقای آووگادرو کش نکرد. عدد یکی کش کردنش خیلی راحته. خب این عدد رو دانشمندا و شیمیدان‌ها فهمیدن و به افتخار کارهایی که آقای آووگادرو انجام داد اسم این عدد رو گذاشتن عدد آووگادرو. پس اینجوری نیست که این عدد رو آووگادرو فهمیده باشه. خب ما به تعداد 6.2 در 10 به توان 23 تا آهن میگیم یه مول آهن. به همین تعداد اتم کربن میگیم یه مول کربن. به همین تعداد الکترون میگیم یه مول الکترون. به تعداد 6.2 در 10 به توان 23 تا پروتون میگیم یه مول پروتون. اصلا به همین تعداد مولکول گلوکوز میگیم یه مول مولکول گلوکوز. به همین تعداد ماژیک میگیم یه مول ماژیک. این عدد
با مول مفهومش یکیه. خب پس به تعداد زیادی ذره میگیم مول. دیگه مول مفهومش همینه، تعداد زیادی ذره. اگه گفتن این تعداد چند تاست میگی 6 و 2 صدم در 23 تا. معلم های نظام قدیم ممکنه بگن 6 و 22 صدم، دقیق ترشو میگن، ولی کتاب گفته همون 6 و 2 صدم. معلم های قدیم ممکنه بگن 6 و 22 هزارم، ولی همون 6 و 2 صدم کافیه. یعنی این میشه عدد آووگادرو. خب حالا من یه مقدار میام پایین تر، یه چند تا مثال دیگه میزنم. ببین 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا اتم سدیم هم میشه 1 مول سدیم. 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا اتم کربن هم میشه 1 مول کربن. 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا الکترون هم میشه 1 مول الکترون. 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا بذاری من یه مولکول بزرگ بنویسم، 36H12O6، این گلوکوزه. گلوکوز 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا مولکول گلوکوز هم میشه 1 مول از مولکول گلوکوز. خب پس این میشه مفهوم مول و مفهوم عدد آووگادرو. تعداد زیادی اتم، تعداد زیادی ذره رو میگیم مول. خب تو درسنامه چند شما باید نکته ها رو بنویسید که من نکته ها رو براتون بگم. تو درسنامه 11 مول مول مول، این که مول 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 نوشتم یعنی موضوع مهم و مطرحیه. بنویسید نکته. نکته اتم ها را به دلیل، اینجا بنویسید تو درسنامه، اتم ها را به دلیل کوچک بودن نمیتوان به صورت مستقیم مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل شیمیدان ها شمار بسیار زیادی اتم را مورد بررسی قرار می دهند که بتوانند جرم آن را با گرم بیان کنند، نه AMU. نکته بعد، به تعداده این عدد رو بنویسید، به تعداد 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 ذره از هر ماده ای 1 مول از آن ماده میگوییم. به عنوان مثال 6 و 2 صدم در 10 به توان 23، اینو بنویسید. به عنوان مثال زیرش بنویسید 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 آهن، اتم آهن میشه 1 مول آهن. این مفهوم مول. بنویسید سریع همین بالا. حالا نکته بعدی، بنویسید این عدد که آن را با ان آ نیز نشان می‌دهند به عدد آووگادرو معروف است. آووگادرو اسم یه دانشمنده. به عدد آووگادرو معروف است و عدد بسیار بزرگی است. زیر نکتتون بزرگ بودن این عدد رو نشون بدید. بنویسید اینو. نکته بعدی رو بنویسید. بنویسید بنابراین 1 مول ماده در واقع شمار بسیار زیادی از آن ماده است، که این شمار زیاد هم میشه 6 و 2 صدم در 10 به توان 23. نکته بعد،
چند مثال برسید چند مثال دو نقطه این چند تا مثال بنویسید پس یه مول قرار نیست فقط یه مول قرار نیست فقط 6.2 در دبتان 23 تا آهن بشه یه مول سدیم هم همینطور کربن هم الکترون پروتون گلوکوز مولکول و اینا خیلی خوب شما اینو بنویسید اگه من یه وقتی تون تون دارم درس میدم فیلمو مکس کنید متوقف کنید بنویسید بچه های عزیز کانال آپارات ما رو حتما فالو کنید یعنی اگه فیلم ها رو توی آپارات ما میبینید حتما کانالمون رو فالو کنید مخصوصا اگه دانش آموزان کانال تلگرام ما هستید یا کانال الا روبیکا و اینامون هستید دانش آموزان ما هستید فیلم های رایگان ما رو دنبال میکنید توی آپارات که دارید فیلم ها رو میبینید کانال ما رو اون پایین فیلم هست اونجا فالوش کنید که داشته باشیدش چون اصلا ممکنه هر لحظه تلگرام بره کلن دیگه بتونیم حداقل همدیگه رو توی آپارات پیدا کنیم و یه وقت مثلا نصف فیلم ها رو نبینیم نصف دیگه شون رو دیگه نتونیم همو پیدا کنیم و از دستتون برن و اینکه شماره تماس ما هم برای دانش آموزانی که اتفاقی ما رو تو آپارات میبینن شماره تماس ما اینجا نوشته شده ایناش اینجا نوشته شده 0939-226-9001 برای شرکت تو کلاس دهم ما هیچ نیازی نیست که هیچ مبلغی رو پرداخت کنید کاملا رایگان هست میتونید هم شماره ما رو داشته باشید هم توی کانال روبیکامون عضو بشید هم توی کانال تلگراممون هم آپاراتمون رو داشته باشید خب این چند تا مثال حالا بریم اختصاصی کربن رو بررسی بکنیم یه مول کربن میشه چقدر خب ببین من الان گفتم که 6.2 در 10 به توان 23 تا اتم کربن این در واقع یک مول کربن هست خب مفهوم یک مفهوم این طرف و این طرف یک یه مول کربن میشه اینقدر این تعداد هم میشه یه مول کربن حالا وقتی که اینا با هم برابرن مثل اینه که اون یک کیلوگرم با 1000 میلی گرم برابر بود وقتی با هم برابرن میتونیم تبدیلش کنیم به یک کسر تبدیل خب مثلا میتونم 6.2 در 10^23 اتم کربن رو اینجوری با یک کسر بنویسم 6.2 در 10^23 اتم کربن میشه یک مول کربن یک مول کربن توی کسرهای تبدیل وقتی دو تا چیز با هم برابر باشن میتونی یکیشو بنویسید تو صورت یکیشو تو مخرج برعکسش هم میتونید بنویسید یعنی میتونید مثلا بنویسید یا برعکسش حالا بنویسید یک مول کربن برابر مثلا با 6.2 در 10^23 تا اتم کربن این کسرهای تبدیل به ما کمک میکنن گاهی که اگه مثلا به ما نگفتن یه مول کربن گفتن نیم مول کربن چند تا اتمه بتونیم بفهمیم حالا من از شما یه سوال میپرسم آقا یه مول کربن میشه این تعداد اتم کربن خب 6.2 در 10^23 دو مول کربن میشه چند تا اتم دو مول کربن خب میشه دو برابر این به همین راحتی میشه 2 تا 6.2 در 10^23 یعنی میشه 12.4 در 10^23 خیلی راحت همین یه سوال مول بود که من از شما پرسیدم یا مثلا ممکنه بگن نیم مول کربن میشه چند تا خب میشه نصف اون 25 مول کربن میشه چقدر میشه 1/4 این تعداد 25 میشه خب اینا سوال های مول هستن که میریم الان چند تاشو حل میکنیم مثلا شما باید حلشون کنید نه من بنویسید نکته با توجه به این که فارسی بنویسید با توجه به اینکه یک مول کربن فارسی برابر با 6.2 در 10^23 اینو فارسی نیست عددشو بنویسید
برابر با 6.23 اتم کربن است. می توان دو کسر تبدیل زیر را برای این مفهوم بیان کرد. دو کسر تبدیل ما هم یکیش اینه، یکیش هم اینه. دو تاشو بنویسید، زود بنویسیدش، میخوام سوال بپرسم. سوال من اینه، یه سوال راحت، دو مول کربن چند اتم کربن است؟ خیلی سوال راحتیه. میتونیم بگیم 2 6 2 10 23، اصلا حل نکنیم خب، ولی میخوایم ببینیم روش حلش چجوریه. خب آقا، با توجه به اینکه یه مول کربن یک مول کربن میشد 6.2 × 10²³ تا کربن، دو مول کربن میشد 2 برابر این. اما بریم حلش رو ببینیم. اینجوری من میرسم، ببین چی داد چی خواست. مول کربن رو داد، تعداد اتم کربن رو میخواد. خب پس من می‌نویسم 2 مول ما کربن داریم. آقا من مول کربن رو میخوام یا تعداد اتم رو؟ خب تعداد اتم رو میخوام، مول رو نمیخوام. پس یه کسر داریم که یه چیزی رو میخوایم به یه چیز دیگه تبدیل کنیم. هر وقتی خواستی تغییر یکا بدید، خب اینجا میخواید مول رو به اتم تبدیل کنید، پس تبدیل دارید. هر وقتی خواستید تبدیل انجام بدید، سری یک کسر بزنید. حالا فکر کنید پایین کسر چی باید نوشته بشه، بالاش چی باید نوشته بشه. هر چیزی رو میخوایم تو صورت، هر چیزی رو نمیخوایم تو مخرج مینویسیم. من الان مول رو دارم اما مول رو نمیخوام، پس مول کربن رو میذارم پایین. چی رو میخوام؟ تعداد اتم کربن رو میخوام. چند اتم؟ تعداد اتم رو میخوام. خب حالا کنار تعداد اتم یا کنار تعداد ذرات، شما همیشه باید عدد آوگادرو رو بنویسید. کنار تعداد ذرات همیشه باید عدد آوگادرو رو بنویسید. کنار تعداد اتم های کربن می نویسید 6.2 × 10²³ تا کربن میشه چند مول؟ میشه 1 مول. 6.2 × 10²³ تا از هر چیزی میشه 1 مول. حالا مول کربن رو تونستی 2 مول کربن خط بزنی، چی مونده؟ تعداد اتم. 2 × 6.2 میشه 12.04 × 10²³ تا اتم کربن. خیلی هم عالی. پس روش حل اینجوریه، این که بخواید مول رو به تعداد اتم تبدیل کنید، یک کسر تبدیل این شکلی دارید. حالا یه لحظه بریم صفحه قبلی، یه لحظه بیایم صفحه قبلی. ما در واقع از این کسر استفاده کردیم، ما از این کسر استفاده کردیم. مول کربن رو گذاشتیم بالا پایین، 10³ رو گذاشتیم بالا، یعنی این کسر و این کسر با هم دیگه برابرن. شما قبل از اینکه این سوال رو بنویسید، قبل از اینکه این سوال رو توی جزوه‌تون بنویسید، بنویسید نکته برای تبدیل، برای تبدیل یک یکا به یکای دیگر، به عبارتی برای تغییر یکا، ما از کسر تبدیل استفاده میکنیم. نکته بعد، کسر تبدیل کسری است که یکا را تغییر می‌دهد، بدین صورت که همواره، بدین صورت که همواره یکایی که
نمیخواهیم را در مخرج کسر و یکایی که میخواهیم را در صورت کسر قرار میدهیم. نکته بعد، بنویسید در مسائل کسر تبدیل و مول همواره کنار تعداد ذرات عدد آووگادرو نوشته می شود. مثال، شما این سوال بنویسید دو مول کربن شامل چند تا اتم کربن هست؟ این هم حلش. زود بنویسید. خب بریم یه سوال دیگه. بچه ها اگه دهمید باید بتونید این محاسبات رو سریع انجام بدید. من مثلا باید یه مقدار برید از سال هشتم نهم محاسباتتون رو قوی کنید بعد بیاد محاسبات ریاضی رو. مثلا ما داریم تو دانش آموزان دهم که اگه مثلا این پایین 3 بود هنوز نمیدونی که 3 با 6 و 200 میتونه صد بشه یا نه، یا قراره در اون ضرب شه تا این اندازه، یا مثلا 2 که اینجاست نمیدونی قرار تو مخرج ضرب شه یا تو صورت، با مخرج میتونه صد بشه یا با صورت. اگه همچین دانش آموزانی هستید برگردید ریاضی رو از سال 7م 8م 9م محکم بخونید، چون هم تو فیزیک شما محاسبات دارید، هم تو شیمی دارید، هم تو زیست ممکنه داشته باشید و هم توی ریاضی. پس نمیشه بدون ریاضی و بدون محاسبات. یه سوال دیگه، بازم یه سوال راحت از مبحث مال. من اینجا می نویسم 25 هزارم مول 25 هزارم مول آهن شامل چه تعداد اتم آهن است؟ بازم سوال مشابه سوال بالاییه، فقط عدداش یه مقدار فرق داره. 25 صدم مول آهن، شما نگاه کن چیو بهت داد؟ مول آهنو بهت داده. خوبه، چیو خواست؟ شامل چه تعداد اتم آهنه؟ تعداد اتم رو خواسته، تعداد اتم آهن رو از شما خواسته. پس شما باید توجه کنید ببین چی داد چی خواست. مول داد، آهن خواست. اون چیزی که داد رو بنویس. من اینجا باید تعداد اتم آهن رو باید حساب کنم. خب چی داده؟ 25 هزارم مول رو داده بهم، مول آهن به ما داده. خب آیا من مول آهن رو میخوام؟ خیر، من تعداد اتم آهن رو میخواستم. پس اون چیزی که نمیخوام مول آهنی که میذارمش پایین، مول آهن. نگاه کنید، چون میخوام تغییر یکا بدم، یک کسر تبدیل استفاده کردم، یک کسر تغییر استفاده کردم، مول آهن پایین. چیو میخوام؟ تعداد اتم های آهن رو میخوام، تعداد اتم های آهنم بالا. حالا کنار تعداد اتم ها شما عدد آووگادرو رو باید قرار بدی، 6 و 200 در 10 به توان 23 تا اتم آهن معادل هست با 1 مول. یعنی شما اغلب کنار مول عدد 1 رو قرار میدید. کلن تو محاسبات، توی محاسبات مول کنار مول عدد 1 رو میذارید. خب حالا 25 هزارم رو باید ضرب کنید در 6 و 200 بعد بتونید این عدد رو انجام بدید. اگه یه وقتی براتون دشوار بود، خب مول رو که با مول خط بزنید دیگه فقط 25 هزارم هست که ضرب 6 و 200 میشه. شما به جای 25 هزارم بنویسید 25 صدم. خب یعنی ممیز رو یکی آوردم جلو، پس این عدد رو در واقع 10 برابر کردم.
خب 10 برابر بزرگش کردم. برای این کار که این بزرگ کردن جبران شه، یه 10 به توان منفی 1 میذارم اینجا که به این میگیم نماد علمی کردن، که بازم تو فیزیک میخونیدش. البته این عدد نماد علمی نیست، فعلا فقط یکی توانشو کوچیک کردم و ممیز روی که بردم جلو. ضرب در حالا این 6.2 در 10 به توان 23. آقا 6.2 در 25 اگه ضرب شه، یعنی شما 6.2 رو باید تقسیم کنی به 4. هر عددی ضرب در 25 یعنی قرار 1/4 بشه، چون 25 میشه 25 بر روی 100. اینو میتونیم دوتاش رو تقسیم کنیم به 25 میشه 1/4. حالا 25 ضرب در 6.2 میشه 1/4 ضرب در 6.2. 6.2 در تقسیم به 4 که بشه میشه 1.505. در 10 به توان 23 خودش داشت، یه 10 به توان منفی 1 هم که بره با اون ضرب شه، یکی از اینو کم میکنه، 10 به توان 22 تا اتم آهن. پس هم باید این کسها رو بنویسید که نوشتنشون خیلی راحته، هم محاسباتش رو بتونید انجام بدید، که حالا این محاسبات خیلی هم سخت نبود. بریم یه سوال دیگه سریع بنویسید. چون خب یه مولکول بذارید مثال بزنم. یک هزارم مول مولکول متان. کی فرمول مولکولی متان رو میدونه؟ متان میشه CH4. یک هزارم مول مولکول متان چند مولکول متان دارد؟ چیو داد؟ چیو خواست؟ مول مولکول متان رو داد، تعداد مولکول رو خواست. ما بازم میدونیم تو ذهنمون که یه مول متان میشه 6.2 در 10 به توان 23 تا مولکول. من اون 1000 مول رو می نویسم، 1000 مول متان با چیزی که به همون داده شروع می کنیم. مول متان رو می خوام مگه؟ نه. پس مول متان رو می ذارم پایین، مول سیاهش رو. پس چیش رو می خوام؟ تعداد مولکول هاش رو می خوام. پس تعداد مولکول های متان رو می ذارم بالا کنار تعداد مولکول ها، و کلن کنار تعداد ذرات. حالا می خواد مولکول باشه، می خواد اتم باشه، می خواد الکترون باشه، یا میخواد اصلا ماژیکه باشه، کنار تعداد ذرات ما تعداد می نویسیم، یعنی عدد آوگادرو رو می نویسیم. 6.2 در 10 به توان 23 تا مولکول متان میشه 1 مول. 6.2 در 10 به توان 23 تا از هر چیزی میشه 1 مول. اینو باید انجام بدیم. ببین این 10 به توان منفی 3 هست، 1000 میشه 10 به توان منفی 3، یعنی 1 بر روی 1000، یعنی 1 بر روی 10 به توان 3. 10 به توان 3 که بیاد بالا میشه 10 به توان منفی 3. پس 1000 میشه 10 به توان منفی 3. 1000 وقتی در یه عدد تواندار ضرب میشه، اگه توان 10 باشه رو 3 تا توانش رو کوچیک میکنه. پس این پاسخش میشه 6.2 در 10 به توان 20 تا شما مولکول متان دارید. حالا همین سوال رو ببین، همین سوال رو میخوام یه جوری دیگه ازت بپرسم. به مولکول متان نگاه کن، به مولکول متان نگاه کن، چند تا توش اتم کربن میبینی؟ یکی. چند تا توش هیدروژن میبینی؟ 4 تا. یعنی یه مولکول متان
چهار تا اتم هیدروژن توشه، یه مولکول متان، یه دونه کربن توشه. یعنی اصلا میتونم بگم یه مولکول متان خودش 5 تا اتم داره، یه کربن و 4 تا اکسیژن. من همین سوالو میخوام یه جور دیگه بپرسم از شما، یه جور دیگه. بریم ببینیم. 1000 همین سوال، 1000 مول متان با فرمول مولکولی CH4، خب دیگه نمیگم شامل چند تا مولکوله، میگم چند تا اتم هاش دارد، چند تا اتم هیدروژن داره. خب اگه باهوش باشید که میدونید الان همین عددو ما اگه ضرب در 4 کنیم کافیه، همین عدد اگه ضرب در 4 کنیم تعداد اتمهای هیدروژنی که توشه به دست میاد. و اگه بخواید پاسخشو ببینیدم اینجوریه. چی داریم؟ تعداد مولکول، تعداد مول رو داریم. 1000 مول ما متان داریم. ما مول متان رو نمیخوایم، ما تعداد مولکول های متان رو میخوایم. پس بذارید که من مول متان رو که نمیخوام بذارمش پایین، تعداد مولکول های متان رو که میخوام بذارمش بالا. هر یه مول متان چند تا مولکول داره؟ خب 6.2 در 10^23 تا مولکول متان داره. آیا ما تعداد مولکول های متان رو میخواستیم؟ نه، ما تعداد اتم های هیدروژن رو میخواستیم. حالا اینجا رو ببین، میتونی یک کس بنویسی، میتونی بنویسی هر مولکول متانی توش 4 تا اتم هیدروژن هست. یک کس تبدیل اینجوری میتونی بنویسی و بذارشون ته. من تعداد مولکول های متان رو نمیخوام، پس بازم تعداد مولکول های متان رو با وجودی که همین الان به دست آوردم نمیخوامشون، میذارمشون پایین. چی رو میخوام؟ تعداد اتم های هیدروژن رو میخوام. حالا بگید یه مولکول متان چند تا هیدروژن داره؟ 4 تا. پس دارم تعداد اتم های هیدروژن رو به دست میارم. این 1000 ضرب در 10^23 که بشه میشه 10^20. 4 تا 6 تا 24 تا ممیز. 4 تا 200 800 در 10^20 تا، در 10^20 تا اتم هیدروژن توش هست. هر دو تا سوال رو بنویسید، هر دو سوال رو سریع بنویسید. فیلمو مکس کنید بنویسید. خب بریم مثال های بعدی. توی دو سه تا سوالی که ما الان حل کردیم، اولا که دو سه تا سوالش مثل هم بودن، مولو به ما میداد تعدادو میخواست، خیلی راحت با یه کسر مولو به تعداد تبدیل میکنیم. کلن مول موادو اگه داشته باشی به هر چیزی میتونی تبدیلش کنی. میخوای به تعداد اتم هاش باشه، میخوای به تعداد به جرمش، اصلا به گرم تبدیلش کنی، مول رو میتونی. ما الان توی این سوالا اومدیم مول رو دادیم، تعداد مولکول رو خواستیم یا تعداد اتم ها رو خواستیم، مول دادیم تعداد خواستیم. میخوام برعکسش کنم، برعکسش میخوام بکنم، میخوام تعداد بدم مول بخوام. بازم هیچی نداره، بازم یه دونه کس داره، فقط برعکس اینو عمل میکنیم. خب بریم ببینیم، بریم ببینیم. فقط شما چیزی ننویسید، تو من نیاز بود نکته براش بگم. مثلا بذارید بنویسم 6.2 در 10^21 اتم کربن چند مول است. ببین سوال برعکس قبلیه، هیچ چیز خاصی هم توش نیست و
دیگه باید کم کم لذت ببرید از مول، که واقعا اینقدر ساده است و واقعا دانش آموزای ما ازش میترسن. چیش میترسن نمیدونم. این تعداد اتم همین مول هم نه، فکر کنید مثلا چیز سختری داره. حالا میریم جلوتر میبینیمش. باز سوالات کنکور همین امسالش هم همین جلسه اگه رسیدیم حل میکنیم. 6.2 در ضرب 21. ببین این یه مول نیست، این یک مول. اگه یه مول بود 23 بود توانش. این یه مول نیست، از یه مول کم تره. این تعداد اتم کربن چند موله؟ خب خیلی راحته، تعداد اتم رو داده. اینجا مول رو میخواد، من باید تعداد اتم رو به مول تبدیل کنم. پس من چی رو میخوام؟ مول کربن رو میخوام. چی رو داد؟ 6.2 در 10^21 دونه. من اتم کربن دارم. آیا من اتم کربن رو میخوام؟ خیر، من تعداد مول رو میخوام. اصلا اون چیزی که نمیخوام چیه که بذارمش پایین؟ اینه، تعداد کربن رو دارم، نمیخوام تعداد رو، مول رو میخوام. پس تعداد رو میذارم پایین، مول کربن رو که میخوام میذارمش بالا. حالا اینو میخوام کامل کنم. کنار تعداد چی باید مینوشتیم؟ عدد آو و گاد رو که باید حفظتون باشه. 6.2 در 10^21 بود عدد آو و گاد رو. نه، عدد آو و گاد رو 23 بود. 6.2 در 10^23 تا اتم کربن میشه یه مول. پس وقتی قرار اینجا بنویسی یه مول، اینجا باید بنویسی 6.2 در 10^23، چون یه مول میشه اینقدر. حالا بیایم اینو ساده کنیم. ببین 6.2 در 10^21 تو صورته، یعنی تو صورت قرار ضرب شه، این تو مخرجه. پس این دوتا رو میتونی با هم ساده کنی. مثلا 6.2 تقسیم به 6.2 میشه 1 1، دوتاش با هم خط میکنن. 10^21 و 10^23 اینا با هم ساده میشن، تقسیمن. نگاه کن، 10^21 به روی 10^23 یعنی این، یعنی 10^21 تقسیم به 10^23 تا در تقسیم اعداد تواندار که ریشهشون پایهشون برابر بود، یکی از پایه ها رو می نویسیم در رو، توان ها رو از هم کم می کنیم. 21 منهای 23 میشه -2، پس این بالا میشه 10^-2. سری خودتون باید بتونید انجامش بدید. چی شده؟ هیچ، همین 10^-2 مونده. 10^-2 رو اعشاری بنویسید، میشه 0.01 مول کربن. پس ما اگه مولو بدن اتمو بخوان راحت انجامش میدادیم، اگه اینجا اتمو بدن مولو بخوان بازم راحت انجامش میدیم. بازم یه دونه کسر داره، نکته خاصی نداره، بنویسیدش. فقط سریع بنویسیدش که من برم مثالهای بیشتری بزنم. آره، شما بهترین رو متوقف کنید و بنویسید که وقت کلاس کوتاه‌تر بشه و حجم فیلم هم بیاد پایین. بریم یه مثال دیگه بزنیم. کربن رو که گفتم، یه مولکول بگم. آره، یه مولکول میگم. 9.3 در 10^25. این شما رو بیشتری از یه مول. خب 25 مولکوله. این بار متان رو نمیگم، مولکول CO2 رو میگم، کربن دی اکسید. چند مول است؟ آقا نشین تا من سوال رو حل کنم، فیلم رو متوقف کن، خودت حل کن. تعداد مولکول رو داد، مول خواست. پس من اینجا مول CO2 رو باید به دست بیارم. تعداد مولکول های ما میشه 9.3 در 10^25 تا مولکول CO2 ما داریم. مولکولو که نمیخوام، پس مولکولو که نمیخوام میذارمش پایین. چیو میخوام پس؟ مول CO2 میخوام. پس مول CO2 بره بالا. یه مول CO2 یعنی چند تا اتم، چند تا مولکول؟ یعنی 6.2 در 10^20 سه تا مولکول CO2. همین، تموم.
9 و 3 صدام با 6 و 2 صدام میشه 1، این میشه 1 و نیم. 10 به توان 25 با 10 به توان 23 میشه 100 بالا. 1 و نیم ضرب در 100 میشه 150 مول. سی او 2. اگه یه وقت ندونستید و متوجه نشدید که 9 و 3 صدام چجوری با 6 و 2 صدام ساده کردیم، جای نگرانی نیست. 10 به توان 25 با 10 به توان 23 ساده کردیم، جای نگرانی نیست، چون دانش آموزا وقتی از سال 9 میان دهم و تو محاسبات دبیرستان محاسبات رو میبینن یه مقدار مثلا گیج میشن، ولی خب خودت پاشو قبل از من سوال حل کن ببینم این محاسبات رو چجوری میخوای انجام بدی. خب من اینقدر انجامشون دادم که این عددها برام آشنان. پس خلاصه بهتون بگم، اگه یه وقتی تعداد رو داد مثل این سوال مولو خواست، شما عدد آووگادروتون میفته پایین، نمیخواد حفظ کنی اینجوری که اینو بعد کی بذارم پایین کی بذارم بالا، ول کن مفهومی بعد حل کنی. اما برعکس اگه مول رو داد تعداد خواست، عدد آووگادروتون میفته بالا، مثل مثال هایی که تا حالا حل میکردین. اینجا داریم میبینیم که عدد آووگادروتون مخرجه، تو سوال های بالایی که اول حل کردیم عدد آووگادرو بالا بود. حالا بریم با سراغ همون کربن. توی جدول تناوبی رو شما برید نگاه کنید، جدول صفحه 10 کتابو بذار ببینم دارمش. جدول آره این از جدول، همون جدولی که تو کتاب هست. شما میتونید تو کتابتون رو نگاه کنید صفحه 10 و 11، اونجا بزرگتر ببینید. کربن رو ببینید، ایناش کربن، این عددی که پایین نوشته شده این جرم هاشونه، جرمش نوشته شده 12.1. عدد جرمی نیست، عدد جرمی اعشاری نیست. مثلا لیتیوم نوشته 6.94. این جرم هایی که تو جدول نوشته شده رو من جلسه قبلی گفتم جرم میانگینه، که جلسه قبلی هم گفتیم چجوری جرمتون میانگین رو حساب کنیم و انواع سوال هم ازش دیدیم. جرم هایی که تو جدول مثلا برای کلور نوشته شده 35.5 تقریبا، برای آهن نوشته شده 55.85 صدام که معمولا میگیرنش 56، برای آلومینیوم تقریبا 27. اینا جرم های میانگین هست. نگاه کن به یه نکته خیلی مهمی، اینا جرم های مولیه، این عدد هایی که اینجا میبینی جرم مولیه، یعنی جرم یه موله. مثلا کربن جرمش 12 تقریبا نوشته شده. آقا ما مگه نمیدونیم که 6.2 در 10 به توان 23 تا اتم کربن میشه یه مول کربن؟ اینو من الان گفتم، من اینو هم گفتم، این تعداد اینقدر زیاده که میتونیم بگیم جرمش رو بر حسب گرم، میتونیم بگیم جرمش چند گرمه، دیگه نیاز نیست بگیم AMU، دیگه زشته که برای این تعداد خیلی زیاد شما بگید AMU. AMU برای یه اتم بود که اصلا یه اتم رو ما نمیتونیم بررسی کنیم. ما برای مول جرم رو بر حسب گرم میگیم، منتها الان برای ما سواله یه مول کربن رو ما از کجا بدونیم چند گرمه؟ خب اینه 12.1 گرم، یا یه مول کربن میشه 12 گرم کربن. پس ببین جرم هایی که اینجا تو جدول نوشته شده و میتونی بیای نگاهشون کنی، اینا جرم های مولیه، یعنی اینا جرم یه مول ماده است، یعنی جرم یه مول کربن میشه 12، جرم یه مول آلومینیوم میشه تقریبا 27، جرم یه مول آهن
تقریبا میشه 56 نوشته شده. جرم 1 مول لیتیوم 6.94 که ممکنه یه جایی به تخریب بگیرنش 7. اینا جرم های مولی هست. جرم مولی کربن یعنی چی؟ یعنی جرم 1 مول کربن، یعنی 1 مول کربن میشه 12 گرم کربن. جرم مولی یکاش میشه گرم بر روی مول. اصلا میگن جرم کربن 12 گرم بر موله. 12 گرم بر موله یعنی 1 مولش میشه 12 گرم. خلاصه بهتون بگم جرم هایی که تو جدول نوشته شده جرم های مولی میانگینه، جرم 1 مول ماده است. خب یه نکته رو الان میگم که بخواید بنویسید، فعلا چیزی نیست. خب بیایم اینجا بازم روی تخته. ببین ما گفتیم که 6.2 در 10 به توان 23 کربن این میشه 1 مول کربن. جرمش میشه چقدر؟ میشه 12 گرم کربن. یعنی مول بین تعداد اتم هست و جرم. حالا فعلا با این کار نداره. یه مول کربن میشه 12 گرم، پس جرم مولی کربن میشه 12 گرم. معمولا جرم های مولی رو بهمون میدن، نمیخواد یه وقتی حفظ کنید شما. یعنی من الان میتونم بنویسم دیگه، مثلا خلاصه تر بنویسم، میتونم بگم یه مول کربن که تعداد زیادی کربنه میشه 12 گرم کربن. یه سوال، دو مول کربن میشه چند گرم؟ میدونید دو مول کربن میشه 24 گرم، دو برابرش. یه سوال دیگه، نیم مول کربن میشه چند گرم؟ میشه نصف 12، میشه 6 گرم. بازم راحته. این که یه مول کربن برابر با 12 گرم، چون برابرن میتونیم به صورت کسر تبدیل بنویسیمش. مثلا میتونیم اینجوری بنویسیم، یه مول کربن میشه 12 گرم، یک مول کربن میشه 12 گرم کربن. یا برعکس میتونید بنویسید، یک میتونید بنویسید 12 گرم کربن میشه 1 مول کربن. یعنی یه جایی اگه مول رو بهتون دادن میتونید تبدیلش کنید به گرم، یا اگه گرم رو دادن میتونید به مول تبدیلش کنید. یه چند تا نکته بنویسید. بنویسید نکته، یک مول از ماده شمار زیادی از آن ماده است و می توان جرم آن را با گرم بیان کرد. نکته بعد، بنویسید جرم های موجود در جدول تناوبی، جرم های موجود در جدول تناوبی جرم های مولی هر ماده را نشان می دهد. به عبارتی جرم یک مول ماده را نشان می دهد. نکته بعد، در جدول جرم کربن به تقریب 12 نوشته شده است. به تقریب 12 نوشته شده است، بدین معنا که یک مول از آن 12 گرم است. یا جرم مولی آن 12 گرم است. پس جرم مولی یعنی جرم 1 مول از ماده. خب نکته بعد، میتوان گفت دو تا نقطه جلوی میتوان گفتتون بذارید و اینو بنویسید. میتوان گفت این
6.2/23 برابر با 1 مول و 1 مول هم میشه 12 گرم. این فقط برای کربونه. برای بقیه مثلا برای آهن میشه 6.2/23 تا آهن میشه 1 مول آهن، جرمش میشه 56. یعنی جرم ها فرق دارن. خب نکته بعد اینو که نوشتید، حالا بنویسید نکته بعد. با توجه به این که 1 مول کربن 12 گرم است، یعنی یه تساوی بینشون برقراره، میتوان کسرهای تبدیل زیر را نوشت. این دوتا کسر تبدیل رو میتونید بنویسید، حالا از هر کدوم نیاز بود استفاده بکنید. این دوتا رو سریع بنویسید، بریم مثال. خب متوقف کنید بنویسید اینو. حالا مثالش اینه، میخوام مول بدم گرم بخوام. خب من الان بهتون گفتم این 1 مول کربن میشه 12 گرم، 2 مولش میشه 24 گرم، مشخص. حالا سوال، 0.02 مول کربن دیگه نمیگم چند تا اتم داره، میگم چند گرمه، چند گرم کربن است. تو پرانتزم جرم مولی رو میدم بهتون، هم من میدم جرم مولی رو، هم هر کسی که سوال از مول بده جرم مولی کربن رو باید بهتون بده. جرم مولی کربن میشه 12 گرم بر مول، یعنی 1 مول کربن رو شما بدونید که 12 گرمه. 0.02 مول کربن چقدره؟ خب میشه راحت حسابش کرد، با تناسب هم میتونید حساب کنید. آقا چی داد چی خواست؟ مول داد، گرم خواست. خب 0.02 مول ما کربن داریم، من مگه مولو میخوام؟ نه. پس یه کسر تبدیل دارم چون قراره یه چیز دیگه رو بخوام. مولو نمیخوام، پس مول کربن رو بذاریم پایین دیگه. چیشو میخوایم؟ گرمشو میخوام، پس گرمشو میذارم بالا، گرم کربن رو. گاهی بعضیا گرم رو میسن جی آر، بعضی هم میسن جی. اصلا نمیخواد براتون مهم باشه که کدوم رو استفاده بکنید. تو فیزیک معمولا می نویسن جی آر، تو شیمی می نویسن گرم جی خالی. خیلی خوب، کنار مول معمولا ما 1 رو می نویسیم، کنار گرم کربن جرم مولیش نوشته میشه. جرم مولی کربن میشه 12، یعنی من الان گفتم 1 مول کربن میشه 12 گرم، یعنی من الان این کس رو استفاده کردم. چرا اون کس رو، چرا این کس رو استفاده نکردم؟ چون من مول رو نخواستم، بس مول باید بره پایین، پس باید از این کس استفاده بشه. اگه یه وقتی گرم رو نخوام، از این کس استفاده میشه. خب 0.02 ضرب در 12، ببین اگه 2 بود ضرب در 12 میشد 24، اگه 0.2 بود میشد 2.4، وقتی 0.02 میشه 24 صدم، پاسخش میشه 24 صدم گرم کربن. دیدین واقعا چیزی نداشت، مولو داد گرم خواست، ما هم با یک کسر تبدیلین تغییر رو انجام دادیم. هرچند که ما ذهنی هم میتونیم اصلا بفهمیم 0.02 میشه چقدر، خب اصلا 2 مول کربن میشه 24 گرم، 0.02 یعنی 2 تا ممیز رو بیار عقب دیگه، از 24 دو تا ممیز رو بیار عقب آوردیم عقب. یه مثال دیگه، یه مثال دیگه بزن. تو این یکی مثالم میخوام بازم مولو بدم و جرم رو بخوام. خب چیو مثال بزنم؟ مس رو مثال بزنم. 25
اصلا ده هزارمه مول مس چند گرم مس است. تو پرانتز جرم مولی مس میشه 64 گرم بر مول. من کوچیک بنویسم یه پاشو. گرم بر مول منفی یک. میدونید یکای جرم مولی میشه گرم بر مول. مول تو مخرجه. مول اگه بیارم بالا توان منفی یک میگیره. حالا 25 ده هزارم مول مس میشه چند گرم؟ خب بریم شروع بکنیم. 25 ده هزارم مول مس. مگه من مول مس رو میخوام؟ نه. پس مول مس پایین. مول سیو پایین چیش رو میخوام؟ گرم سیو رو میخوام. کنار گرم سیو چی باید نوشته بشه؟ جرم مولیش. 64 گرم مس میشه یه مول. خیلی خوب. 25 ده هزارم رو من میخوام ضرب کنم در 64. یه کاری بکنید. دو تا من اینجا ممیز رو میارم جلو. یعنی به جاش می‌نویسم 25 صدام. ضربه داریم. چون دو تا آوردمش جلو یعنی 100 برابر من بزرگش کردم. پس ضربه داره. ده به توان منفی 2ش می‌کنم. یعنی همون تعداد که ممیز رو میاریم جلو توان 10 عدد منفی میگیره. مثلا دو تا ممیز آوردم جلو 10 دو تا توان منفی گرفت. اگه سه تا می آوردم جلو میشد ده به توان منفی 3. شما اینو تو فیزیک و ریاضی میخونید. اینجا قرار نیست که آن ریاضی رو خیلی توضیح بدم. ضرب در 64. آقا 25 صدام رو ضرب در 64 کن. عدد تواندار رو نمیتونی ضرب در 64 کنی. 25 صدام رو که ضرب در 64 کنی مثل اینی که 64 رو تقسیم کنی به 4 که میشه 16. ضرب در 10 به توان منفی 2 یعنی این در واقع میشه 16 صدام گرم سیو. آره خب این سوال هم بنویسید. اول یه نکته بنویسید. بنویسید نکته همواره در مسائل مول همواره در مسائل مول و کسر تبدیل کنار گرم ماده جرم مولی آن نوشته می شود. مثال این دوتا مثال رو سری بنویسید. اگه بالایی رو نوشته بودید پایینی رو بنویسید. بیام یه چیز یه موضوع دیگه متوقف کنید اونو بنویسید روش هم حتما فکر کنید. سوالاتش سادن اما حتما روشون فکر کنید اینجوری بهتره. خب آقا جرم کربن میشه 12 گرم بر مول. یعنی یه مول کربن میشه 12. جرم هیدروژن میشه 1. جرم اکسیژن هم میشه 16. این جرم ها رو معمولا بهتون میدن اما اگه حفظشون کنید دیگه عالیه. حالا یه سوال، جرم کربن دی اکسید به نظر شما چقدره؟ یعنی جرم یه مول کربن دی اکسید چند گرمه؟ خب بذار ببینم. یه دونه کربن توش داریم، دو تا هم اکسیژن داریم. یه دونه کربن که میشه 12، دو تا اکسیژن هم میشه دو تا 16 تا. خب این میشه 12 به اضافه دو تا 16 تا میشه 32. پس جرم کربن دی اکسید میشه 44 گرم بر مول. یعنی در واقع یه مول از کربن دی اکسید که اتم نیست، این مولکوله. وقتی یه چیزی از چند تا اتم ساخته بشه بهش میگیم ترکیب. این مولکوله.
کربن دی اکسید جرم یک مولش میشه 44 گرم. خب شما جرم مولی متان رو حساب کنید، شما جرم مولی مولکول C2H6 که بهش میگن اتان رو حساب کنید، شما جرم مولی گلوکوز رو هم حساب کنید، C6H12O6. اول شما حساب کنید، فیلم رو متوقف کنید، به دست بیارید جرم های مولی رو، بعد فیلم رو وصل کنید ببینید من چند به دست بیارم. جا هم بذارید اول که نکته بنویسیم براش. خب حالا که شما همه رو حساب کردید ما شروع میکنیم. متان یه دونه کربن داره و 4 هیدروژن. یه دونه کربن میشه 12 گرم به اضافه 4 هیدروژن هم میشه 4 × 1. 4 × 12 میشه 16 گرم بر مول. مول از تو مخرج بیاریم بالا، توان منفی 1 میگیره، ضرب میشه در گرم ولی توان منفی 1 میگیره. از جرم متان میشه 16 گرم. هم جرم مولی کربن دی اکسید اگه حفظ باشید 44 کوبه، هم متان و هم گلوکوز، این سه تا مهمه. خب C2H6 دو تا کربن توش هست پس جرمش بیشتر از بالایی احتمالاً، و 6 تا هم هیدروژن توش هست، دو تا کربن میشه 2 × 12 گرم به اضافه 6 تا هم هیدروژن 6 × 1. 24 به اضافه 6 میشه 30 گرم بر مول، یا میتونه بنویسید گرم در مول منفی 1. بریم گلوکوز. خب این مقدار مولکول بزرگتری، 6 تا کربن داره، 6 تا کربن به اضافه چند تا هیدروژن، 12 تا هیدروژن داره به اضافه 6 تا هم اکسیژن داره. خب 6 تا کربن که میشه 6 × 12 گرم به اضافه 12 هیدروژن میشه 12 × 1 به اضافه 6 هم اکسیژن که میشه 6 × 16. خب 6 × 12 میشه 72 به اضافه 12 × 1 که میشه 12 6 هم 16 میشه 96 همه اینا رو جمع کنیم میشه 180 گرم بر مول. خب حالا شما برای تمرین بیشتر جرم مولی KNO3 رو حساب کنید، جرم مولیش یعنی جرم یک مولش. جرم مولی KMNO4 رو حساب کنید برای تمرین بیشتر. جرم C2H5OH که همون الکله حسابش کنید. جرم مولی دیگه کیو بگم حساب کنید، NaHCO3 رو هم حساب کنید. جرم منگنز رو اگه نمیدونید برید تو جدول ببینید چنده، 55. جرم پتاسیم رو اگه نمیدونید تو جدول نوشته شده 39. جرم اکسیژن هم که 16 این بالا دادیمش. جرم نیتروژن هم 14. اینا رو هم که دادیم. سدیم هم اگه برید جرمش رو تو جدول نگاه کنی 23 هست. کربن و هیدروژن و اکسیژن هم که دادیم. پس اینا رو خودتون به عنوان تمرین حساب کنید. اگه به عنوان تمرین حلشون کنید این میشه 101 گرم، این میشه 158 گرم، این میشه 46 گرم، این هم میشه 84 گرم بر مول. یعنی جرم های مولیشون این قد میشه. بنویسی نکته با داشتن جرم های مولی اتم ها میتوان جرم مولی یک مولکول یا ترکیب را به صورت زیر حساب کرد. خب فیلم رو متوقف کنید سریع، هر چی تو جدول میبینید و شما بنویسید، یعنی هر چیزی تو تخته میبینید و سریع بنویسید. خب متوقف کنید بنویسید، حالا که نوشتید بنویسید نکته. مشخص است که جرم متان
16 گرم بر مول است. به عبارتی جرم یک مول متان 16 گرمه، یا جرم یک مول اتان مثلا 30 گرم، یا جرم یک مول گلوکوز میشه 180، یا جرم یک مول کربن دی اکسید میشه 44. این جرم یک مولشونه، نه جرم دو مولشونه، نه جرم نیم مولشونه، جرم یک موله. یعنی جرم همون 6.2 × 10³ تا مولکولشون میشه اینقدر. خب حالا یه سوال، حالا اینا رو نوشتیم که یه سوال بدیم. سوال ما اینه 15 صدم مول، 15 صدم مول متان چند گرم است؟ تو پرانتز اولا جرم مولی متان رو که بعد به دست بیاریم که الان به دستش آورده بودیم چند دقیقه پیش، 16 30 برابر با 12 هیدروژن هم برابر با 1، متان هم که فرمول مولکولی سیاش 4. خب من چه کاری باید بکنم؟ هیچ، مول متان رو دارم، جرمش رو میخوام. و سوال راحتیه، 15 صدم مول متان داریم، 15000. من مولش رو نمیخوام، بره پایین، بیا پایین. یک مول متان یعنی مول متان میره پایین، گرم متان میاد بالا. خب یه مول متان میشه چقدر؟ فرض کنید یادمون رفت که جرمش چقدر، حسابش میکنم، جرم مولی متانو خودم حساب میکنم. خب یه دونه کربن داشت 4 تا هم هیدروژن، میشد 12 به اضافه 4 تا 1 میشد 16، پس یک مولش میشه 16. حالا 15000 اون ضرب در 16 میشه چقدر؟ میتونید 15000 اون رو بیاد به این صورت بنویسید، بنویسید 1.5، یعنی ممیز رو شد دو تا آوردم جلو، پس ضرب در 10 به توان منفی 2 میشه اینو، این یک ضرب در 16، 1.5 ضرب در 16، 1 ضرب در 16 میشه 16، نیم ضرب در 16 میشه 8، 1.5 ضرب در 16 میشه 24، ضرب در 10 به توان منفی 2 گرم، یعنی میشه 24 صدم گرم متان. تو سوالاتی که الان حل کردیم، توی دو سه تا سوالی که الان حل کردیم، سوالا اینجوری بود که مول دادیم گرم خواستیم، راحت با یکی از حساب کردیم. میخوام برعکسش کنم، میخوام جرم بدم، گرم بدم، مول بخوام، بازم هیچ چیز سختی نداره، اینو سریع بنویسید. خب بریم برعکس. اینجا میخوام گرم بدم مول بخوام، با آهن شروع میکنم، 11.2 گرم آهن چند مول است؟ خب پله پله میریم جلو و مسائل مول رو حل میکنیم. تو پرانتز حتما هم من هم هر کسی باید جرم مولی آهن رو بهت بده، نه اینکه مثلا بری نگاه کنی تو جدول یه ساعت ببینی چند آهن. جرم مولی آهن هم اگه حفظ باشی بهتره، 56 گرم بر مول میشه جرمش. آقا یعنی یه مولش میشه 56، 11.2 گرمش میشه چند مول؟ بریم سریع حساب کنیم، توضیح نمیخواد. 11.2 گرم
آهن ما داریم. آیا میدونی من چیشو نمیخوام و چیشو میخوام؟ گرم آهن الان دارم، معمولا اون چیزی که دارم رو نمیخوام، چیز دیگه طبیعتا میخوام. گرم آهن رو نمیخوام، پس برو پایین بچه، بیا پایین. گرم آهن بذار پایین. چیو میخوام؟ مول آهن، بره بالا. مول اف ای. حالا میتونید به من بگید کنار گرم اف ای چی باید نوشته بشه؟ جرم مولیش. 56 گرم آهن میشه یه مول. همین 11 از 2 به روی 56. ببین اگه 11 از 2 نبود، اگه 112 بود تقسیم به 56 میشه 2 برابرش. 11 از 2 به روی 56 میشه 0.2 مول. آهن. ببینیم که راحت اگه گرم رو بدن هم میتونیم راحت به مول تبدیل کنیم، مول رو بدن میتونیم به گرم تبدیل کنیم، کار راحتیه. اولی کلاس هم دیدیم که اگه تعداد رو بدن، اون که عدد آوگادرو داشت، میتونیم راحت به مول تبدیل کنیم. برعکس مول رو بدن هم میتونیم به عدد آوگادرو و به تعداد تبدیلش بکنیم. یه مثال دیگه اینو بنویسید. یه مثال دیگه بزنیم. باز گرم میخوام بدم، مول بخوام. 4.5 کیلوگرم. اینجا حواستون باشه، یهوی کیلوگرم دادم. کیلوگرم گلوکوز چند مول گلوکوز است؟ این سوال. جرم مولی گلوکوز یعنی 36H12O6 رو مستقیما بهتون میدم که نخواد حسابش کنید. 180 گرم بود، یعنی یه مولش میشه 180 گرم. خب 4.5 کیلوگرم. کیلوگرم نه، شما گرم رو میتونی به مول تبدیل کنی نه کیلوگرم. پس اولین کاری که باید بکنی اینه که اون کیلوگرم رو به گرم تبدیل کنی. خب 4.5 کیلوگرم، خیر به درد نمیخوره، کیلوگرم رو نمیخوام پایین، گرم رو میخوام بالا. 1 کیلوگرم میشه 1000 گرم گلوکوز، یعنی 36H12O6. حالا آیا شما گرم گلوکوز رو میخوایی؟ نه، مول گلوکوز رو میخوام. پس یکی از تبدیل دیگه همینجا در ادامهش میزنم. وقتی میدونم اینو نمیخوام، یعنی یکی از دیگه حداقل دارم. گرم گلوکوز رو نمیخوام، اینجا به دستش آوردم اما باز نمیخوامش. گرم گلوکوز پایین، چیش بره بالا؟ مولش، مولش رو میخوام. مول گلوکوز بالا. کنار گرم گلوکوز که افتاده پایین، جرم مولیشو می نویسم که 180 گرمه. 180 گرمش میشه یه مول. تمام، حلش میکنیم. ببین این صفر رو بیاییم با این صفر بزنیم. 4.5 با 18 این میشه 4 برابرش. ببین 18 تقسیم به 2 میشه 9، 9 تقسیم به 2 میشه 4.5، یعنی 18 4 برابر 4.5. 100 مونده بالا 4 پایین، 100 تقسیم به 4 میشه 25 مول گلو کوز. حالا یه سوال، فرض کن اصلا 25 مول گلوکوز داریم، آیا میتونی بگی توش چند مول هیدروژن داری؟ 25 مول گلوکوز اگه داشته باشی توش چند مول هیدروژن هست؟ همون 25 رو میتونی ضرب کنی در 12، مثلا بگی که 25 ضرب در 12 مثلا میشه 300 مول توش ما گلوکوز داریم، توش ما هیدروژن داریم. خب آقا چه کارهایی تا حالا انجام دادیم امروز تو جلسه امروز؟ اینا رو هم بنویسید، همه سوالا رو بنویسید تو درسنامه‌تون. 3 صفحه ما جا گذاشتیم برای درسنامه مول. چه کارهایی ما امروز کردیم؟
ما اومدیم گفتیم که یه مول یعنی تعداد زیادی اتم، یعنی 6^10^23 خب یا مثلا 6^10^23 اصلا مولکول گلوکوز 36H12O. این تعداد مولکول رو بهش میگفتیم یک مول، مولکول گلوکوز. الان هم فهمیدیم که یه مول گلوکوز میشه 180 گرم گلوکوز، یعنی اینا همه با هم برابر. خب ما امروز گفتیم یه مول یعنی شمار زیادی، کربن رو مثال میزنم، یه مول کربن یعنی 6^10^23 کربن که جرمش هم میشه جرم مولیش که 12 گرمه، یعنی این تعداد زیاد اتم رو میتونیم براش جرم بر حسب گرم بگیم که میشه جرم مولیش. خب اوایل کار اومدیم تعداد اتم دادیم، مول خواستیم که حساب کردیم، برعکسش کردیم، مول دادیم تعداد اتم خواستیم، تعداد مولکول خواستیم حساب کردیم، اینو گذاشتیم کنار، اومدیم رابطه مول و گرم رو دیدیم، مول دادیم گرم خواستیم حل کردیم، گرم دادیم مول خواستیم حل کردیم. حالا این یکی سوالو ببینید، یه سوال دو مرحله ای من میخوام بپرسم، یه سوال دو قسمتی. سوال اینه 3^10^24 کربن چند مول کربن است؟ اینو باید بتونید الان حل کنید. سوال بعدی 5 مول کربن چند گرم است؟ کربن هم که جرمالیش میشه 12. خب دو تا سوال دادم، تو سوال اولی از شما خواستم تعداد اتم های کربن رو به مول تبدیل کنید، تو سوال بعدی خواستم مول کربن رو به جرم تبدیل کنید. خب یعنی یه جوری سوال دومی ادامه سوال بالاییه. خب 3^100^24 3^100^24 تا اتم کربن ما داریم، میخوام ببینم چند موله. خب اتم کربن پایین، مول کربن بالا، کنار تعداد اتم ها عدد آووگادرو رو من می‌نویسم، 6^100^23 تا کربن میشه یه مول. حالا 3^100 با 6^100 این میشه نصف اون، 3^100 نصف 6^100 10^24 و 10^23 هم میشه 10، نصف ده میشه 5 مول کربن. حالا همین 5 مول کربن چند گرمه؟ خب 5، دارم سوال پایینی رو حل میکنم، 5 مول کربن ضرب داره، مول کربن رو نمیخوام، گرم کربن رو میخوام، هر یه مول کربن میشه 12 گرم، 5 × 12 میشه 60 گرم کربن. یعنی من الان میتونم بگم 3^100^24 اتم کربن میشه 5 مول و 60 گرم، همه یکی هم. نکته اینه ببین، ما تعداد اتم هایی که میشه 6^10^23 برابر با 1 مول کربن برابر با 12 گرم کربن. نکته اینه که مول بین تعداد اتم هست و گرم، نکته اینه. یعنی اگه یه وقتی تعداد اتم ها رو بهتون دادن
بعد بهتون گفتن این تعداد اتم رو تبدیل کنید به گرم، نمیتونید. اگه مثلا تعداد اتم رو دادن گفتن تبدیلش کن به مول، میتونی. مول رو دادن گفتن تبدیل کن به گرم، هم میتونی. اما تعداد اتم رو نمیتونی مستقیم تبدیل کنی به گرم. بعد چی کار کنی به نظرت؟ اینجا رو ببین، تعداد اتم های کربن رو نمیتونی مستقیم تبدیل کنی به جرم. پس چه کاری باید انجام بدیم؟ خب آروم آروم اول تبدیلش میکنی به مول، بعد مول رو تبدیل میکنی به جرم. اینه که میگم مول مثل یک پل بین تعداد اتم و گرم هست. بریم یه مثال ببینیم، بعد میایم اینا رو مینویسیم. حتی اینا رو اول بنویسیم بعد بریم سراغ مثال. بنویسیم نکته مول بین تعداد ذرات و جرم ماده است. به عبارتی میتوان تعداد ذرات یا تعداد مولکول ها یا تعداد اتم ها را به مول تبدیل کرد، سپس مول را به گرم تبدیل نمود. اما نمیتوان مستقیماً تعداد اتم ها را به گرم تبدیل کرد. پس اول به مول تبدیل میکنی بعد به گرم. مثال این دوتا سوال رو بنویسید تا بریم یه سوال بهتر بیاریم. خب فیلم رو متوقف کردید، سوال هم نوشتید، حالا بیاییم اینجا. سوال اینه 9.1 در 10^25 تا. خب اصلا اتم او چند گرم جرم دارد؟ او هم جرمش میشه 16. خب بیایم اینجا ببینیم چی داد چی خواست. تعداد اتم رو داد، جر رو خواست. آقا تعداد اتم های او رو داد، جرم او رو خواست. من نمیتونم این سوال حل کنم، من نمیتونم تعداد اتم های او رو مستقیم تبدیل کنم به جرم. پس چه کاری انجام بدم؟ تعداد اتم ها رو میتونم تبدیل کنم به مول، به مول او. مول او رو هم میتونم تبدیل کنم به جرم. پس یک مرحله ای نمیتونید این سوال رو حل کنید، دو مرحله ای باید حل کنید. اگه تعداد بده جرم بخواد، اول به مول تبدیل میکنی. آقا اصلا هر چیزی بهت بده اول به مول تبدیل میکنی. این نکته هم تو مول درسته، هم تو استوکیومتری که فصل دو میخونی. هر چیزی بهت دادن اول به مول تبدیلش میکنی، بعد تبدیلش میکنی به اون یکی چیز. خب ببینم چی دارم. تعداد اتم ها رو دارم مینویسمشون. نو و سه صدام باید باشه. خب شما بنویسی نو و سه صدام. اجازه بدید یه لحظه. نو و سه صدام. خب بریم شروع بکنم. نو و سه صدام در 25 تا. ما اتم اکسیژن داریم. خب اینو که نمیتونیم اول تبدیل کنیم به جرم، اول به مول تبدیلش میکنم. یعنی اول یه کسر دارم که مولو میخوام، تعدادو نمیخوام، میذارمش پایین. مول اکسیژن رو میخوام میذارمش بالا. کنار تعداد عدد آوگادرو نوشته میشه.
یعنی 6 و 2 صدم در 10 به توان 20 تا 3 تا اکسیژن میشه 1 مول اکسیژن. من فعلا به مول تبدیلش کردم. اما آیا سوال کامل حل شده؟ خیر، چون باید به گرم تبدیلش کنم. پس یک هستر تبدیل دیگه دارم که این بار چیو نمیخوام؟ چیو میخوام؟ مول رو نمیخوام، باید به گرم تبدیلش کنم. پس مول اکسیژن رو که با این همه زحمت به دست آوردم میذارمش پایین، نمیخوامش، باید خط بخوره. چیو میخوام؟ گرم اکسیژن آخرین چیزیه که میخوامش. یه مول اکسیژن میشه چند گرم؟ 16 گرم اکسیژن. بریم و پاسخش رو بفهمیم. 9 و 1 صدام با 6 و 2 صدام میشه 1، این میشه 1 و نیم. 25 با 23 میشه 10 به توان 2 یا 100. 1 و نیم ضرب در 16 میشه 24، ضرب در 100 میشه 2400 گرم اکسیژن. پس دیدیم اگه تعداد ذراتو بده، جرم رو بخواد، اول تعداد ذرات رو به مول تبدیل میکنیم، بعد مول رو تبدیل میکنیم به جرم. پس بنویسید نکته، در مسائلی که تعداد ذرات داده شود و جرم خواسته شود، ابتدا تعداد ذرات را به مول سپس به جرم تبدیل میکنیم. مثال، این مثال رو سریع بنویسید، یه مثال دیگه مثل همین میزنم. بریم یه مثال دیگه که مولکول توش باشه، اینو بنویسید، متوقف کنید فیلم رو، بنویسیدش. بریم یه مثال دیگه که مولکول توش باشه، مثلا مولکول آب توش باشه. نه، مولکول آب کوچیکه. خب یه مولکول دیگه شما بنویسید. سوال، 1.204 در 10 به توان 20، خب در 10 به توان 20 مولکول C3H8، اسم این مولکول پروپانه، اگه بدونیدش خوبه. چند گرم جرم دارد؟ ممکنه همین سوال رو بدن، چون تعداد مولکول ها اینجا یه مقدار کمه، توانش 20ه، ممکنه همین سوال رو یه جایی بدن بعد از شما بپرسن چند میلی گرم جرم داره. چیز خاصی به سوال اضافه نمیشه، یعنی سوال سخت‌تر نمیشه. خب ببینم اینجا چی داد. تعداد مولکول ها رو داد، تعداد مولکول رو داد، جرم رو خواست، گرم رو خواست. یعنی تعداد مولکول رو من باید برم تبدیل کنم به گرم C3H8. میتونم مستقیم این کار کنم؟ نه، اگه مول رو داشتم میتونستم مستقیم این کار کنم، اما تعداد مولکول رو نه. اول تعداد مولکول رو تبدیل میکنم به مول C3H8، بعد مول رو مجازم که تبدیل کنم به گرم. البته بزرگ که شدید، بزرگتر که شدید، اینقدر مسلط میشید که تعداد مولکول رو مستقیم به گرم تبدیل میکنید و براتون چیز خاصی نیست. خب بیاین، تعداد مولکول های ما میشه 1.204 در 10 به توان 20. متاسفانه این از 1 مول کم داره، متاسفانه یا خوشبختانه اصلا به ما ربطی نداره. خب تعداد مولکول های این، تعداد مولکول های C3H8، من تعداد مولکول های C3H8 رو نمیخوام، من مولش رو فعلا میخوام، مول C3H8 کنار تعداد مولکول هاش چه باید نوشته بشه؟ عدد آووگادرو، 6 و 2 صدم در 10 به توان 20 3 تا از این مولکول میشه 1 مول. تموم نشده سوال، چون ما دوباره باید مول رو نخواهیم، بذاریمش پایین و جرمش رو بخواهیم، جرم C3H8 رو بذاریم بالا. اگه میگفت میلی گرمش کن، دوباره میلی گرم رو میذاشتیم پایین، اگه دوباره میگفت میلی گرمش کن، دوباره گرم رو میذاشتیم پایین، میلی گرم رو میذاشتیم بالا. خب یه مول C3H8 میشه چند گرم؟
خب اینجا باید بریم جرم مالی حساب کنیم. سی رو باید بهتون بده 12، هیدروژن رو باید بده 1، 12 و 1، این 12 است. خب سی 3 هاش 8. ببین 3 تا کربن داری، یعنی 3 تا 12 تا به اضافه 8 تا هیدروژن، یعنی 8 تا 1 36 و 8 میشه 44 گرم. خیلی خوب، 12 اگه بود به 6 میشد 2، 1.2 به 6 میشه 2/10 برابرش. 10 به توان 20 و 10 به توان 23 میتونید این پایین بنویسید 1000، یا میتونید این بالا بنویسید 10 به توان منفی 3 ضرب در 44، 2/10 ضرب در 44 میشه 8 ممیز 8 ضرب در 10 به توان منفی 3 گرم. خیلی عالی، اینم بنویسید. بریم یه سوال دیگه. توی دو تا سوال اخیری که حل کردیم تعداد دادیم، جرم خواستیم. میخوام برعکسش کنم دوباره، میخوام جرم بدم، تعداد مولکول بخوام یا تعداد اتم بخوام. متوقف کنید، اینو بنویسید، بریم سوال بعدی. خب سوال بعدی ما اینه که 56 صدم گرم گاز اندو که یه مولکوله شامل چند مولکوله اندو است. ان هم جرمش میشه 14 گرم بر هر مول. آقا یعنی سوال در آخر از شما پرسیده که اگه شما 56 صدم گرم گاز نیتروژن داشته باشید توی یه بطری، توش چند تا مولکول هست؟ اینو سوال ازتون پرسیده، فارسیش اینه. خب شروع بکنیم. چیو داریم؟ جرم اندو رو داریم. چیو خواسته؟ تعداد مولکول رو خواسته، تعداد مولکول های اندو رو خواسته. مگه شما میتونید مستقیم جرم به تعداد مولکول تبدیل کنید؟ نه، وسطشون موله، پس اول تبدیلش میکنی به مول اندو، بعد مول رو میتونی تبدیل کنی هر چیزی که خواستی. پس 56 صدم گرم اندو، شما گرم اندو رو همین اول کار نمیخوای، پس بذارش پایین تا خط بخوره بره. گرم اندو پایین میخوای تبدیلش کنی به چی؟ گرم اندو رو به مول، پس مول اندو رو میذاری بالا. یه مول اندو میدونی میشه چند گرم؟ اندو یعنی دوتا، یعنی دوتا نیتروژن، یعنی دوتا 14 تا میشه 28 گرم. 28 گرم نیتروژن میشه یه مول. این الان مول نیتروژن، و دوباره من مول نیتروژن رو میخوام تبدیل کنم به تعداد مولکول های نیتروژن. یه مول نیتروژن میشه 6.2 در 10 به توان 23 تا مولکول نیتروژن. خب 56 با 28 ساده میشه. شما توجه بکنید اگه این 56 بود با 28 میشد 2 برابرش، اگه 56 بود میشد 2/10، وقتی 56 صدم میشه 2/100 برابرش، اینا میشه 1. 2/100 ضرب 2/100 رو میتونیم بنویسیم 2/10 به توان منفی 2. خب 2/10 به توان منفی 2 ضرب در عدد آووگادرو، 2 اونایی که توان دارن در هم، اونایی که عدد معمولا هم در هم، 2 ضرب در 6.2 میشه 12.4 ضرب در
ده به توان منفی دو در ده به توان 23 میشه ده به توان 21. حالا اگه ممیز رو یکی من بیارم قبل‌تر میشه 1 و 204 در ده به توان اینو بعد یکی ببرم بالاتر 22 تا مولکول اندو. این هم شما میتونید بنویسید. یه سوال دیگه داریم، یه دونه سوال دیگه داریم، بریم حلش کنیم. بچه های عزیزی که کلاس های رایگان ما رو دنبال میکنید، ما امروز فقط درسنامه دادیم برای مول، کاملا هم سعی کردیم که ساده توضیحش بدیم، پس از این ساده تر دیگه جایی براتون نیست که مثلا بخواید یادش بگید توی هیچ کتابی یا هیچ جایی. طبیعتا باید یاد گرفته باشید. اگه مشکلی احیانا هنوز توش دارید توی انجام دادن محاسبات، قطعا نه تو روش، چون روشش چیز خاصی نداشت، و اگه خواستید جلسه بعد با ما بریم سراغ تست های مول، خودتون حتما باید یه بار دوباره تمرینات و سوال های ساده ای که ما توی جلسه این روز حل کردیم و یه بار دیگه خودتون حل کنید، بعد جلسه بعدی بیاید با ما که بریم تست ها رو حل کنیم. یه تست، یه سوال دیگه داریم، حلش میکنیم و کلاس امروز که فقط درسنامه مول بود رو تموم میکنیم، جلسه بعد میریم سوال تست هاش. بریم سوال بعدی، آخرین سوال. خب یه مولکول بیارم، متانو میارم، نه متانو مثال زدم، اتانو میخوام بیارم. خب 6 گرم اتان. خب الان شاید فکر کنین میخوام بگم 6 گرم اتان چند تا مولکول اتان داره. 6 گرم اتان یعنی 32H6. میخوام اینو بگم 6 گرم اتان دارای چند اتم هاش است. ببین تعداد مولکول های اینو نخواستن، تعداد اتم های هاشو خواستن. یه مقدار میام بالاتر، یه کسی من میخوام اینجا بنویسم، اینو خط بزنم، یه کسی من اینجا میخوام بنویسم. نگاه کنید هر یه دونه پاک شو، هر یه دونه مولکول سی دو ها شیش رو که بهش نگاه کنیم، چند تا اتم هیدروژن توش میبینید؟ 6 تا. یعنی هر یه مولکول اتان 6 تا اتم هیدروژن توش هست. این کس تو این سوال به درد ما میخوره. بریم ببینیم. خب جرم اتانو داده، تعداد اتم های هیدروژن رو خواسته. باز نمیتونید مستقیم این کار رو انجام بدید، اول جرم اتانو باید به مول تبدیل کنید. بیان اینجا 6 گرم اتان، قبل از هر چیزی گرم اتان بره پایین، مول اتان بیاد بالا. بازم کس داریم، کنار گرم اتان باید جرم مولیش رو بنویسی که میشه 2 تا 12 گرم میشه 24 به اضافه 6 میشه 30. یه چند دقیقه پیش هم تو تمرین ها جرمش رو حساب کرده بودیم. 30 گرم اتان میشه 1 مول. خب من مول اتان رو مگه میخوام؟ نه. پس مول اتان دوباره بره پایین. چیا میخوام؟ تعداد مولکول های اتان رو، هرچند که همون تعداد مولکول های اتان هم خواسته نهایی ما نیست. پس من مول اتان رو میذارم پایین، تعداد مولکول های اتان رو میذارم بالا. هر 1 مول اتان چند تا توش مولکول هست؟ خب اندازه عدد آوگادرو یعنی 6 و 2 صدم در 10 به توان 23 تا مولکول توش هست. آیا سوال تمومه؟ خیر، چون من چیزی که میخوام تعداد اتم های هیدروژن هست. یک اصل دیگه دارم که با یه رنگ دیگه مینویسمش. ببین تعداد مولکول های اتان رو ما نخواستیم، ما تعداد اتم های هیدروژن رو خواستیم. ما میدونیم که هر 1 مولکول اتان 6 تا اتم هیدروژن توش هست. دیگه تموم. 6 رو میتونید با این 30 ساده کنید، این پایین میشه 5، این بالا میشه 1. 6 رو میتونید با این 5 بزنید میشه 1 و 2 دهم بالا.
یک و دو دهم رو میتونید با 6 و 2 صدم بزنید. ببینید 2 صدم رو در نظر نگیر. خب یک و دو دهم ضرب در 6، یک ضرب در 6 میشه 6، دو دهم ضرب در 6 میشه 10، میشه 1 و 2 دهم، یعنی این میشه 7 و 2 دهم. حالا 1 و 2 دهم ضرب در این 2 صدم هم بکنیم میشه 24 صدم، یعنی 7 ممیز 2 24 صدم ضرب در 10 به توان 23 تا توش اتم هیدروژن هست. خب بله کاملا درست نوشتیمش. اینم تعداد اتم های هیدروژن توی این سوال که اینم می نویسید و جلسه بعد میریم سراغ سوال های مول. ببینیم مول مهمترین موضوع توی شیمیه و در واقع مهمترین موضوع توی شیمی استوکیومتریه که پیش نیازش موله. پس مول رو باید خیلی جدی بگیریم و دیدیم که چیزی نداشت، همین بود. فقط ممکنه که مثلا سوالات سختی ازش طرح کنن که ما سوالات سختش هم جلسه بعدی میبینیم. یه بار سری کلاس ما گوش دادید، یه بار نوشتید، یعنی باید مینوشتید، اگه فقط نشستید نگاه کردید به دردتون نخورد کلاس. یه بار سری کلاس ما گوش دادید، من تدریس کردم، یه بار خودتون نوشتید، بعد از اینکه کلاس تموم شد برید همه سوالا رو از اول حل کنید و جلسه بعدی بیایم تا تستای سخت‌ترش رو حل کنیم. روز شما عزیزان بخیر و خدا نگهدارتون باشه.